اصلا بذار تو سکه. فکر نمی کنی دیگه بس باشه؟ دوباره شروع کردی؟ دلم خوش بود جنگ تموم شده. 8 سال دلهوره. نرو منوچهر. به عکس جواد نگاه کن، داره بهت میخنده. سلام. حالت خوبه؟ خیلی ممنون. این نامه رو دیروز بعد از ظهر آوردن. بله. از تمبر خارجیش فهمیدم مال دکتر. در ضمن 2 نفر با شما کار داشتن، فرستادمشون تو. بله. یکیشون چند دقیقه پیش رفت. فکر کنم اون یکی هنوز تو دفترتون باشه. خیلی ممنون. ببخشید معطل شدم. خواهش می‌کنم. سلام خانم دکتر. سلام علیکم آقا. بفرمایید. خیلی ممنونم. بله، بفرمایید. من کاظمی هستم، مسئول سرپرستی بنیاد شهید. خواهش میکنم، بفرمایید. کاری میتونم براتون انجام بدم؟ میخواستم بپرسم خانم دکتر منوچهر راد همسر شما بودن؟ بله، هستم. چطور مگه؟ حتما اطلاع دارید که آقای راد داوطلبانه همراه یک تیم پزشکی عازم بوسنی شدن. بله، همینطوره. موضوع چی آقا؟ والا چه عرض کنم، وظیفه سختیه، اما چطوری بگم دکتر، ایشون دیگه بر نمیگردن. بر نمیگردن؟ چرا؟ من دیشب منتظر تلفنشون بودم، برام تلگراف زده که شده. هفته پیش برات نامه نوشتم، ترسیدم به دستت نرسه. 25 پرواز دارم، فردا شب منتظر تلفنم باش. ساعت دقیق پروازمو بهت خبر میدم. دلم براتون تنگ شده. 25 میام ایران. چقدر صبوری، چقدر خانومی.
سلام دخترم، بیا بالا. چرا امروز اینقدر دیر کردی؟ همه رفتن. حوصله ندارم دخترم، سوار شو. امروز من باید جلو بشینم. دیروز از که رفتیم خرید تو جلو بودی. مامان تو رو خدا بگو بیاد پایین. مامان مگه دیروز این جلو نشسته بود؟ خواهش میکنم عزیزم، سوار شو. بذار بابا بیاد بهش میگه. این همش سلام مادر. سلام دخترم. پس شما هم میدونین عزیز؟ همه جا پیچیده مادر. همکارات از بیمارستان تلفن کردن پیش پای تو. به چیزی که میخواست رسید. به ما فکر نکرد، ما رو ندید. اینجا فاین است مادر، پام پیش نمیره. خونه واسم غریب است. تاریکی زندگیم شروع شد عزیز. روشنی از خونم رفت. دیگه سرور ندارم. تحمل داشته باش مادر، صبور باش. مگه میشه عزیز؟ دلم به اندازه یه دریا خونه. دیگه کی مونده عزیز؟ بذارین تنها باشه. چی شده عزیز؟ کس بی کس اون خداست. امیدت به خدا باشه. بچه ها رو چی کار کنم؟ چطور تو چشمای سعید نگاه کنم؟ جواب پروانه رو چی بدم؟ اونا پدر میخوان. میفهمی عزیز؟ آره مادر، میفهمم. میفهمم یتیمی بزرگ کردن یعنی چی. مگه من همه درا رو رو خودم نبستم؟ میفهمم مادر، پروانم میفهمه. مگه تو نفهمیدی؟ مگه تو بزرگ نشدی؟ خدا نسلشونو برداره. از هابیل شروع شد. گفتم بغل جوادم بذارمش. من که معلوم نیست کجا بمیرم. جامو دادم به اون. پاشو مادر، پاشو. تو هم بختت رو من گشت مادر. بر حال باید امیدوار بود. بالاخره یه راهی براش گیر میارم. گفتید محموله چیه جناب افخم؟ دارو، شیر خشک و مواد غذایی. باشه، ترخیصش میکنم. خیلی ممنون. علی خانم، لطفاً آمریکا رو برام بگیرید. جناب راد. فرامرز راد، آمریکا. توجه فرمایید. هواپیمای 747 ایرانیر پرواز شماره 211 از لندن پاریس هم اکنون به زمین نشست. روز افتتاح این میدان یادتون میاد؟ بله قربان. چه شکوهی، جانسون، کاسیگین، سادات، چه امنیتی. حالا مرضیه کجا هست؟ به کارش تو شیرخوارگاه ادامه میده. بعد از اونم مطب مروچه رو اداره میکنه.
کارخونه در چه حالیه؟ ای بد نیست، چرخش میگرده. مشکل چیه؟ وزارت کار، زیاد شدن دستمزدها، انجمن اسلامی. شما که توی این مملکت تشریف ندارید قربان. سلام آقا. داری پیر میشی گلی. روزگار آقا چه میشه که؟ انگار دیروز بود. 15 سال گذشته آقا. در این مورد قانون چی میگه؟ سرعت خاصی داره قربان. بچه ها و اموال بعد از مرگ پدر به قیمومیت پدر بزرگشون در میان، به خصوص که بچه ها سنشون از 7 سال بیشتره. پس نباید مشکلی وجود داشته باشه. در این مورد خاص و از قدری فرق میکنه قربان. یعنی چه؟ چه فرقی میکنه؟ پدر شهید شده و مادر از نظر دستگاه زنی است موجه و مورد تایید همه، و خواهر شهید. مهمتر از همه شما مقیم آمریکا هستید و یک شازده قجر. چه ربطی داره؟ بچه ها باید در شرایطی زندگی کنن که مادر امکان دیدنشون رو حداقل هفته یک بار داشته باشه. اونا نوه های من هستن، از تنها فرزندم، میخوام درست بزرگشن. دلم میخواد از این ارتجاع و عقب افتادگی نجات پیدا کنن. این حق رو ندارم؟ توصیه من به شما اینه که باش ملاقاتی داشته باشید. اول با خودش کنار بیاین. ببینم تو دیوانه شدی؟ یا عقلتو از دست دادی؟ باش کنار بیام. فکر میکردم تو این 20 سال منو خوب شناخته باشی. من اهل هیچ معامله ای نیستم. سلام. اومدم کمی با طرف بزنم. خوش اومدی. میدونستم بالاخره میام. قشنگی. مال توست یا مال منوچهر؟ مگه من و منوچهر با هم فرق داریم؟ تو زنده ای؟ نم هست. بفرمایید. بذارش روی میز. عجیبه، مرگش دوباره اونو برام زنده کرده. لس آنجلس شنیدم، یه دوست بهم گفت 15 سال بود کسی اسمی از اون نمی برد. دیگه فراموشم شده بود، حتی اسمش. اما تو با اون برادرت هیچ وقت یادم نرفت. تصویرت همیشه با تحقیر، غربت و بی کسی جلوی چشمم بود. منوچهر رفت و ما موندیم، خوشبختانه با دو بچه. برادرم شهید شد سال 65. آره، خبرشو به هم دادن. میدونستم. اجازه بدین بچه ها رو صدا کنم بیان اینجا پدر. براشون چه تصمیمی گرفتی؟ تصمیم دارم بزرگشون کنم، همونطور که مادرم من و برادرم رو بزرگ کرد. میتونیم با هم معامله کنیم. اون چه در ایران دارم به تو واگذار میکنم، حتی بخشی از ثروتم رو در امریکا. بچه ها رو به من بده، همه چیز تموم میشه. کینه من و ظلم شما همه رو فراموش میکنم. ما ظلمی به شما نکردیم. منوچهر رو من و برادرم از شما نگرفتیم. ما راه خودمونو میرفتیم. تقدیر باعث آشنا شدن جواد و منوچهر شد. تقدیر؟ چه دروغ کثیفی. منوچهر همه چیز داشت، ثروت، شهرت، مقام، پول.
وسوسه های برادرت و دقلبازی و فریبکاری های تونگ از راه بدر کرد. این بحث قدیمی و خسته کننده شده پدر. منوچهر از دوران دانشکده به نهضت پیوسته بود در اروپا. 15 سال پیش بهتون گفتم، بازم میگم، پسر شما رو من ندزدیدم. ظلم حاکم بر جامعه. بسه، به اون چیزی که در تصورتون بود و بهش اعتقاد داشتین رسیدین. جنگ، کشتار، ارتجاع، به همین میخواستیم برسیم. میخواستیم زنده باشیم، نه به تن که خاکیه، به ارزشامون. احمقی. مادر نوه هاتونم. بهت نصیحت میکنم، از جدار با من پرهیز کن مرزیه. دیگه منوچهر وجود نداره که پشتش قایم بشی. در حق ما پدری کنین. سعید میتونه برای شما پسر و برای من زندگی باشه. من از وقتی چشم باز کردم پدری به خودم ندیدم. همینجا بمونین، اینجا وطن ماست، ما میتونیم کنار هم آزاد و خوشبخت زندگی کنیم. خیلی خوب، باشه، به امریکا میبرمتون مثل یک پرنسس با افتخار و عزت، در سرزمینی که فرهنگ و تمدنش عالمگیره. نه پدر، همینجا میمونیم، جایی که به دنیا اومدیم، جایی که پدرم، برادرم، شوهرم دفنن. چند بار بهت گفتم فایده ای نداره، دیدی؟ چند بار بهت گفتم با این زن نمیشه معامله کرد، دیدی؟ تو منو مجبور کردی، تو مجبورم کردی برم دیدنش. تو رو اون وایسات، من اونو خوب میشناسم، 15 ساله که دارم از دستش زجر میکشم. ببینید جناب راد، اون به هر حال باید تقاضای کفالت بکنه، باید منتظر نتیجه بود و بعد... و بعد چی؟ وقتی کار از کار گذشت؟ من این حرفا حالیم نمیشه، میخوام بچه هاش ازش بگیرم به هر قیمتی که شده. اونا نوه های من هستن. میفهمم، میفهمم قربان، ولی باید صبر داشته باشید. میشه یه راهی براش پیدا کرد، البته ممکنه خرجش زیاد بشه. پولش مهم نیست، فقط کاری بکن که مطمئن باشید. آره بابا خوبه. چیزی نمیگه. من تعجب میکنی چون منو نمیشناسی. من مهندس جمشیدی مشاور حقوقی هستم. مهندس جمشیدی مشاور چی؟ چاکر شما اسماعیل جوادی. برای بچه ها صدا میکنن اسی جیمی، به عبارتی اسی جیمز دی. بسیار خوب، چون وقت کم داریم میرم سر اصل مطلب. من تصمیم گرفتم شما رو تا فردا صبح آزاد کنم. چی؟ آزاد کنی؟ چی مهره ما رو به دلت انداخته؟ هوشنگ معرفی کرد. هوشنگی چشمه رو؟ هوشنگ گربره میگی؟ آره خودشه، فامیلیش افراسیابیه. آره خودشه، واسه دینش ادا کنه. گفت به خاطر 50,000 تومان بدهی به زندان افتادی. چه که بی محل کشیدی؟ اینا کسه عوضی؟ اون امضا جعل کرده، پاهم برسه بیرون 3 ماه میفرستمش هاسپیتال. به شرطی آزاد میشی که در اختیار من باشی. تمام وقت. اما چه؟ آی دان؟ واسه 50,000 تا؟ ویزا و بلیط آمریکا روش، پاسپورتم داری. چاکرتم، خیلی نوکرتم. آقای جمشیدی، مشاور حقوقی، خیلی چاکرتی. اسم و آدرس طلبکارتو بده من. بچه ها تو ازت میگیرم، چه بخوای چه نخوای، همونطور که پسرم ازم گرفتی. کاری میکنم تو زندان بپرسی. متاسفم آقای راد، من تا حالا با شما بلند صحبت نکردم. تو جرأت این کارو نداری، نه تو و نه هیچ کدوم از اون پا برهنه های تازه به درون رسیده ای که از بیغوله های جنوب شهر خواب حکومت بر جهان رو میبینن. آقای آرامشتون رو حفظ کنید. بفرمایید، بفرمایید خانم. آقای راد، شما حتی لیاقت پاسخ شنیدنم ندارین. شما فقط با غرایزتون زندگی میکنین، نه با شعورتون. خانم، خواهش میکنم. آقای راد، بفرمایید، خواهش میکنم، آرامشتون رو حفظ کنید. به نظر من شما در موقعیتی نیستید که بتونید با خواسته های به حق آقای راد مخالفت کنید، مخصوصا با این پرونده عجیب غریبی که برای خودتون درست کردید. بهتره با هم صلح کنید، با
بره پی کارش دیگه خانم. صد دفعه به این آدم کله پوک گفتم اون طرف آفتابی نشد، گوش نکرد. خب لابد اومده بوده منو ببینه. اون که میدونست تو دیگه اونجا نیستی، مگه نه؟ نمیدونم، مگه تو بهش گفته بودی؟ معلومه، اگه میخوایستی رو نجات بدی تنها راش همونه که گفتم. آخه چطوری؟ اون منو میشناسه. خوبیش به همینه، به یه بهانه برو خونش. چه میدونم، بگو اومدم معذرت خواهی، اومدم کمکتون کنم، هرچی که دلت میخواد بگو. بعد تو یه فرصت مناسب جنسا رو یه جایی جاسازی بکن، تو کمد، زیر مبل، هر جایی که باشه. بقیهش با من. پاتو از خونه گذاشتی بیرون، میفرستمش اونجایی که عرب نمیندازه. من میترسم، آخه این طوری ازی تبرئه میشه. همین امشب کارو تمام میکنی باشه، بعدشم جفتتون رو خودم میذارم اونور مرز، چطوره؟ پاسپورتتونم حاضره. سلام خانم دکتر. سلام، بفرمایید. ای شمایی، سلام، حالتون چطوره؟ چی شده؟ مشکلی براتون پیش اومده؟ اتفاقی افتاده؟ چرا حرف نمیزنی؟ شوهرم اسی. آها، بله بله، مگه طوری شده؟ تو زندانه. شما از دستش شکایت کردیم. آخه مگه اون چی کار کرده بود؟ بیاین بریم تو، اینجا بده. من به اندازه کافی گرفتاری دارم. نمیخوام مزاحم بشم، فقط میخواستم. بفرمایی، خواهش میکنم. من که از دست کسی شکایت نکردم خانم. پس چرا اونو دستگیر کردن؟ به خدا من کس و کاری ندارم، سرپناهی ندارم، هست و نیستم اسیه. اگه اون نباشه سر سفره یکی بشینم. ایسی آدم بدی نیست، قیافش غلط اندازه. همینطوری به خودش گفته ایسی جیمز دی. عرض کردم خدمتتون، من از کسی شکایت نکردم. پس چرا گرفتنش؟ نمیدونم. چرا برق قطع شد؟ عجیبه، همسایه ها برق دارن. ببخشید.
مامان مامان طوری شده؟ نه چیزی نیست، برقم شده. Thank you.
توجه اما نداره با توجه به شواهد مداره که موجود در این پرونده شما من اونو نکشتم من اونو نکشتم من اونو نکشتم ما تازه شروع کردیم گریه مال آخر کاره ببینین این شخص در خانه شما و در حضور شما و با این اسلحه کشته شده اثر انگشت شما روی این اسلحه شناسایی شده آیا بازم میفرمایین که من اونو نکشتم؟ اثر انگشت من؟ کشف جنازه، یک کیلو تریاج، اظهارات شهود اثر انگشت بر روی اسلحه‌ای که با اون تیراندازی شده؟ نه، این پرونده نیازی به اعتراف متهم نداره محکمه با توجه به این شواهد و مدارک حکم محکومیت اونو صادر میکنه ولی باید به شرایط خاص این زن توجه کرد درسته اما این دلیل نمیتونه وضعیت رو تغییر بده فقط میمونه احساس من اسماعیل جوادی آج آقا شما بفرمایید چشم بگی بشین وایزه این زن رو میشناسی؟ چه فرقی میکنه آج آقا؟ شما که همه چیو میدونی؟ لودگی رو بذار کنار، جواب سوال منو بده قرار بود زن ما بشه اما همین که فهمیدیم تو زرده بی خیال شدیم آج آقا این کل ما وقت طبق گزارش پلیس این زن کشته شده دیشب ساعت 9:30 بادم جون بهم آفت نداره داری شوخی میکنی؟ گوش کن نه من وقت شوخی دارم و نه تو برای این کار مناسب هستی اون کشته شده با دو تا گلوله میفهمی؟ خالیه با خالیه درست حرف نزنی میفرستمت همون جایی که همین الان ازش اومدی بیرون ما حرف زدنمون اختیاجه قا قصد بدی نداریم که حرف زدنت هم مثل اعمالت زشت و کبیه متاسفانه این پرونده ناقصه تا دادگاه میخوام با ضمانت آزادت کنم زامن داری؟ فکر میکنی اسی به این سادگی از سر قضیه بگذره؟ کی به تو گفت دست به قتل و جنایت بزنی؟ مثل اینکه یادت رفته با کی حرف میزنی به من میگن هوشنگ گربه کار گنده در گنده میخواد اون زن شهیده به این سادگی نمیشه قتل انداخت گردنش تو زرد نکنی آب از آب تکون نمیخوره مدرک و دلیلی که جور کردم عین میفتویله وسط پرونده شد مگه بچه ها رو نمیخواستن؟ راش همین بود زنم دو را بازپرسی و زندون میکشه شیش ماه خلاص آقای اسماعیل جوادی اینجا هستن بله اسی اینجاست بفرستش جایی که تنها باشه بقیهش با من خودم راضیش میکنم فکر کنم ویلای خود دم داره بفرستش اونجا بگید بیا تو اسماعیل جوادی جیمز دین اومده بشین این آخرین باره که به حرفت گوش میدم منظورت چیه؟ تو به من کلک زدی گفتم خون توش نباشه گفتم من سابقه دارم گفتم میخوام از مملکت برم بیرون آره همین رو گفتی اون زن به هوای من پاشو گذاشت تو بازی خود منم فکر نمی کردم کار به اینجا بکشه کی باور میکره اون دکتر دست به قتل بزنه یا زیادی رو خودت حساب میکنی یا کم رو ما کار دکتره نیست کار تو هم نیست اما سفارش توه اومدم اسرائیلشو معرفی کنی بیا تا یه هفته دیگه میفرستم ترکیه بعدن میرم یا میگه قاتلش کیه یا تو و اون ارباب اوتو کشیدت و هر دو با هم میفرستم زیر بند به صلاحت با من کنار بیای
برشتا مهندس، من چیزی واسه باخ ندارم. برشتا، تو فرودگاه آتاتورک منتظرت هستن. بعدش هم یه خونه، یه ماشین و 50,000 دلار پول نقد. 20 روز بعدش هم ویزای آمریکا. میتونی آقایی کنی، خودت تو حچم منداز. خیلی ماری مهندس، فقط بدون هر جو شده باشه میذارم تو کاست. هیچ فرقی هم نمی کنه کجا. این هم سویچ تویتا، روبروی ساختمون پارکه. سوار میشو یه راست میری ویلای من. فردا اصلا خودم میام سراغت. گفتم واسه جا میزنه. سویچ بنزو بده. برای چی؟ تا الهیه دوست ندارم پیاده برم. بیا رفت رفت نبود الهیه. آقا یه خورده زودتر، عجله دارم. بله، واسه ترکیه. سلام. سلام، بفرمایید، در خدمتم خواهش میکنم. خیلی متشکرم خانم. رابیوف بابا، خود آقای دادستان گفت پرونده ناقصه. نه به اندازه یه عقلت رو. شراره رو کی کشت؟ این همون چیزیه که منم دنبالشم. اگه میخوای با هم بریم دنبالش. فکر نمی‌کنم تو وقت این کار رو داشته باشی. کی میخوای بری ترکیه؟ That's good. با این حساب خیلی وقت تو نخمایی. آزادیت به خاطر همین بود. قتل شراره هیچ ربطی به من نداره. بابا من زندون بودم وقتی شراره کشته شد. تو اینقدر جرم داری که بشه 20 سال پشت میله ها نگرد داشت. حد جرمت از یک زن شریف، بی آبرو کردن خانواده شهید. اینقدر پای تو رو میکشه وسط. شریک یک توته هستی. اگه با من همکاری کنی کمکت میکنم. باز میگه کمکت میکنم. آخه من آدم نکشتم که. ده عجب گیری کردیم ها. این مهندس سب تا مثل تو رو میده جلو گله. پسر خامی. شما که این چیزها رو میدونی چرا نمیری سراغ خوده؟ چرا بند کردی به ما؟ دوست داری بخندی بریم آگاهی؟ خیلی خب همینجا واسه. یادت باشه ما برد داری کمکم. باشه. برسه بیرون سه ماه بفرستمت بیمارستان. مایش گوسفنده قربونی کن قسمتو بشکنم. سوار شو.
میشه به من نگاه کنی؟ بعدا راجب این بزن صحبت. فیلن یه کار نون آبدار درست. نون آبدار از کی؟ زرنگ باشه هفته دیگه تلوس اندرس میاد. دیونه من؟ اما این دفعه بی کنه خون و خونریزی هم توش نماشه. خودشه. شاید شراره رو هم به خودت بردی. شراره؟ گفتم شاید. نه بابا، آی اون بدبخت بی خودی وسط نکش، نامردیه. نگه داریم. خدا عمرتون بده. شرمندم کردیم. اختیار داریم. وظیفمه. بهتره درها رو قفل کنین خانم دکتر. یه وقت ممکنه بچه ها... بله حتما. خب بچه هن دیگه. شیطونن. بله میفهمم. بفرمایین. از این ور. چند وقت پدرتون مریضه؟ 10 روزی میشه. هرچی دکتر بوده رفتیم ولی بیفایده. روزگارمون رو سیاه کرده. وای خدا جون. خدایا خودت رحم کن. چقدر میکشه؟ میخوره. کاش فقط تریاکی خالی بود. سوخته قاتیش میکنه. خدایا باید ترکش بدیم. ریه‌هاش وضع بدی داره. قلبش چی خانم دکتر؟ فکر نمی کنم مشکلی داشته باشه. این نفس تنگیش مربوط به ریه هاش میشه. باید ترکش بدیم. خیلی ساده. باید ترک کنیم. 3 دفعه تا حالا خوابوندنش. تا پا میذاره بیرون روز از نو روزی از نو. پیش شوهرم دیگه آبرو ندارم. 3 تا آمپول براش نوشتم. امشب، فردا صبح و ظهر فردا. فردا عصر میارینش پیش من. من از شما پول نخواستم. حتما بستریش کنید. قابلی نداره. آه آشو جمع کن. بلنشو بینم بازی تموم شد. داشتم خفه می شدم داش. خیلی سخت بود. جیاد در آوردن واقعا سخت. در ریخ و قیافت نمیاد قلبت سالم باشه. قیافت بوی از رحمان گرفته. باشو هری گونه ظاهرم رو نخون. آدم باز از تو خورس باشه. هنوزشم خیلی ها مثل تو نمیتونن یه چک ما رو بخورن. بگی پهلمون اینم حق حسابه. چطور شد؟ یه فرصت یا 2 ساعت نفس افت؟ بس سرت هم زیاده. دو رو میتونی باش نشه باشی. باشه دفعه دیگه عقب تی میکنم. باید صبر کنی تا هوا تاریک بشه. حالا نمیتونی بری. نویسی یه آب میخوره. استی جنبی وقت ما ارزش داره. بره بینم. منم آقای سی. شوهرش شراره خانم. ماشینتون رو آوردن. ماشین؟ آها بله بله اومدم.
سلام آقا. از ماست خانم. سالم سالم. جفت لاستیکاشو نو انداختن. راضی به زحمت شما نبودم. میذاشتین همونجا دم مطب. با اختیار دارین خانم. شما بیش از این حرفا گردن ما حق دارین. در باز کنید بیارمش تو. خیلی ممنون. بیرون باشه هیچ اتفاقی نمیفته. ببریمش تو بهتره ما. آخه تعارف نکنی. برین کنم. بچه ها ساعت 9 دیگه برین شامتونو بخورین که وقت خوابه. نه نه فقط یه خورده دیگه. گفتم نه. خواهش میکنم. طوری شده؟ نه عزیز شما بخوابین. ماشین آوردم. ما چاره ای نداریم جز اینکه به کروپانی حمله کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید راحت باشین. الو تاکسی سرویس بهزاد. اشتباس. آخ معذرت. عجیبه فکر میکردم درست گرفتم. امیدوارم تصمیم جالبی باشه. را بیفتیم. الو تاکسی سرویس بهزاد. سلام آقا. من دکتر راد هستم. یه ماشین میخواستم. بله 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 خیلی ممنون. الان میفرستین؟ خیلی ممنونم. بله کارت اشتراکم داری. شماره 105. بله ببخشید یه لحظه گوشی. خیابون سیروس تشریف میبری؟ بله. آدرستون برای آژانس میخوام. من که آژانس نمیخواستم. اذیت میکنید ها. یعنی چه؟ چطوری میخواییم برین دیر وقته؟ موضوع این حرفا نیست. میخواستم یه چیزی خدمتون عرض کنم. خب شاید خوبیت نداشته باشه. من که گفتم قیمتش هر چقدر بشه من میپردازم. به نگرفتی. بحث پول نیست. اون بیرون یه دادم ناکس واسدن که میخوان دخلتون. ببخشید نمیفهمم. اصلا به من چه آقا؟ چرا نه طولش دادی؟ قرار بود فقط ماشینو ببری تو. نامردیه، من نیستم. بی خودی احساساتی نشد. من و تو نه سر پیازیم نه تای پیاز. این فقط یک کاره. یک کار نون آبدار. مثل بقیه کارا که با هم کردیم. ای واسه من نون بربری نداره؟ واسه تو که آب حضرتی داره؟ چند بار این حرفو تکرار کنم؟ به خدا نمیدونم. حتی روح هم از این جریان بیخبره. منم از این جریان متاسفم. اما 3 کیلو تریاک به طرز ماهرانه توی صندوق عقب ماشین شما جاسازی شده. نمیدونم. به خدا نمیدونم. نمیدونم جواب من نیست خانم. تکلیف این پرونده باید معلوم بشه. تکلیف این 3 کیلو تریاک هم باید معلوم بشه. خدا. ببینید خانم، من برای شما احترام زیادی قائلم، اما این موضوع فرق میکنه. اگه میخواهید از این مخمصه خلاص بشید با ما همکاری کنید. خوب حواستون رو جمع کنید. اخیراً با چه کسانی رفت آمد داشتید؟ چه کسی به غیر از شما از اتومبیلتون استفاده کرده؟ اگر کس دیگه استفاده کرده اسم و آدرسش رو به ما بدید. اون بیرون یه دادم ناکس واسدن که میخوان دخلتون. ببخشید نمیفهمم. اصلا به من چه آقا؟ سلام پرمو. سلام هستی چطوری؟ جان گرفتی؟
انگار خبراییه. بچه من رفتم. اسماعیل جوادی؟ نوکرتی؟ بفرمایید. قضیه چیه؟ چیز مهمی نیست، یه بازجویی سره. آیدون سرکار، آیدون، به جون آدم یه هفته نیست که از زندون بیرون اومدیم. پاک پاکی. واسه کثیف شدن یه هفته وقت زیادیه. را بیافینم. ای به خشک شانسی موتور رو چیکار کنم؟ آره من نیست که. بسپرش به یکی. آخه به کی بسپرمش؟ بوریا، بوریا قلی، تا هم یه بینم. بوری جون، اینو میدی به اکبر اصفهانی، اگه نبود میدی به جیجی، به خسرو لاتی ندی ها. علیته؟ آره. ایوالا، چرا اسکول نرفتی؟ برو بینم. جون مادرت بی خیال دستمن سرکار جون، تو این محل آبرومون میره. صحبت نباشه، را بیا بینم. آهسته و بدون سر و صدا. آهسته رو چشم، ولی بی صدا که نمیشه. بالاخره باید با هم اختلاط کنیم که مردم فکر کنه ما با هم رفیقیم. بابا ول کن دستبند و جون من که علی فرار نیستم. خیلی اینجوری زشته، مردم محل خیال میکنن ما هنو از زندون در نیومده، دو مرتبه یه خلافی چیزی کردیم و چه میدونن که این سوء تفاهم شد. آخه سلام. تا سلام، من کاظمی هستم، نماینده بنیاد شهید. البته قبلا خدمت رسیدم، شیرخوارگاه آمنه، شهادت دکتر منوچهر را. خانم راد، گزارش این جریان دیروز به بنیاد رسید. ما زودتر از این نمیتونستیم اقدام کنیم. ما هم از وضعی که برای شما پیش آمده متاسفیم. البته هیچ کس باور نمی کنه که شما مستقیما در این کار دخالت داشته باشید. به همین دلیل شما با ضمانت بنیاد شهید موقتا آزاد میشید. چرا موقتا؟ میدونین بالاخره یه سری مسائل هست که باید روشن بشه. تا اون موقع این پرونده باز میمونه. سلام مادر. سلام دخترم. چه آب رو ریزی، سر کافر نیاد. دیگه تو محل نمیتونیم سر بلند کنیم. تو باور کردی عزیز؟ همش زیر سر این آغاز. ازش پرهیز کن مادر، ماره، مار. آقای جمشیدی، فکر نمی کردی به این زودی آزاد بشه، ها؟ ببینید جناب آقای راد، من بارها به شما عرض کردم این پرونده معمولی نیست. شما باید اینو درک کنید. این زن در جامعه از مقام بالای اجتماعی برخورداره. به همین راحتی نمیشه توی دادگاه، نمیشه عدم صلاحیت چه ثابت کرد. مشکله. آخه من چی میخوام؟ نبهامو، حق قانونیمو. بله متوجه هستم. با وجود این فکر کنم اگه این کار از طریق مسالمت آمیز حل بشه بهتره. سلام خانم. سلام. با آقای جمشیدی کار داشتم. شما؟ متقی. بله بگیم بیان تو. سلام. سلام آقای جمشیدی. خانم متقی؟ بله بله. خیلی خوش آمدید دکتر. ببخشید.
ببخشید الان خدمت میرسم. خواهش میکنم. خوش آمدید خانم. خواهش میکنم. متاسفم شنیدم براتون گرفتاری پیش اومده. اگه کاری از دست من برمیاد میتونم. نه متشکرم. لطفا بریم سر اصل مطلب، چون من خیلی کار دارم. الان باید توی شیرخوارگاه باشم. بله میدونم، متوجهم. ولی من از شما دعوت کردم تشریف بیارید اینجا که اگر بشه یه جوری مشکل این بچه‌ها رو بین خودمون حل کنیم بدون نیاز به دادگاه. بچه‌ها مشکلی ندارن. نه منظور من این نیست. منظورم اینه که این جریان کفالت و قیمومیت و اینجور حرفا رو بین خودمون. بله متوجه منظور شما هستم، اما آقای جمشیدی من تقاضای قیمومیت کردم و دادگاه تکلیف بچه‌ها رو مشخص می‌کنه. البته با این وضعی که براتون پیش اومده نمیدونم صلاح هست اینقدر پافشاری کنیم یا اینکه ترجیح میدید. بذارید اینطوری براتون بگم، شما بهتره با حسن نیت بیشتری به قضیه نگاه کنید خانم. بقیده من آقای راد حق داره که تقاضای قیمومیت بکنه. چرا؟ برای اینکه نواشن باید اونجوری بزرگ بشن که اون میخواد. آقای جمشیدی منم حق دارم، حق دارم از نتیجه 14 سال زندگی زن و شوییم محافظت کنم، به خصوص حالا که تنها شدم. آقای رادم مرد تنهایی هستم، با این تفاوت که شما ماشاءالله جوان و پر انرژی هستیم. آقای راد آفتاب لب بومه. اون موقع که من و منوچهر از شدت بیچیزی و بیکسی هر شب سر گرسنه به بالش میذاشتیم، ایشون کجا بودن؟ برای ادامه تحصیلمون مجبور بودیم که شبی 7-8 ساعت تو این بیمارستان تو اون بیمارستان لگن زیر بیمارا بذاریم، و این در حالی بود که جناب راد موکل شما در بهترین نقاط دنیا مشغول خوشگذرونی بودن و از ما خبری نداشتن. حالا اومدن حقشونو میخوان؟ حالا دیگه برای من سخنرانی میکنی؟ چی میخواد تو؟ یه ساعت دیر کردی، کجا بودی؟ با کیا حرف زدی؟ گفتم با کیا حرف زدی؟ مگه کاری؟ مأمور بازار بود، مأمورا دنبالم بودن. چه این تو؟ قرار فرد شف رودگاه همان که چیزی نگفتی. نمیدونستم پای تو هم وسطه. خوبه نیوشی، تو به من مدیونی. یاد رفته چند جبارات در اومده؟ اروپا به مزاج تو سازگار نیست، هواش مرطوبه، بهشت زهرا بیشتر بهت خوش میگذاره. خریت نکن مرد، بعدش نوبت توه.
اینجا سقط نشی تو خارج سنکوب میکنی. حساب همه جاشو کردم همون موقعی که جمشیدی رو فرستادم سراغت، مو به مو به من میگن اوشن گربه، یادته که خر و جای قناری جا میزنم. اون مهندسه دور این ناکسیشو تو خارج دیده، من و تو داد خواستمونو باز تو پلانی دادگستری یه میرزا قلمدون بنویسه. یه چمدون ازش مدرک دارم، صدای ضبط شدهش، عکسای جوراجور، نامه، فیلم، ویدئو، جنازه تو. تو صندوق عقب بنز جمشیدی، فردا صبح تو پارکینگ بیهقی. اگه یه روز دیر بشه چه بوی میگیری؟ میدونیم تو دومین جنازه هستی که رو دست جمشیدی میمونه. البته اگه نخواد با من کنار بیاد، بزنم قول دادم فردا میریم روم ساعت 1 با پرواز آلیتالیا. پس شراره رو تو کشتی. بیا منم با کش دیگه، بیا منم با کش. من خسته شدم، همش میگفتم I don't it میدن یو اسا، I don't it میدن یو اسا. چند بار تو سرای سیروس بالا در اومدم. بزن، از من چیزی نمونده. بی خیال، داره خون میاد. بزن داش بزرگمی، اون هفتی رو بزن کنار، منو باش. آدم اینقدر پخمه، 24 ساعته در اختیارت بودم، جور تو کشیدم، هر کاری داشتی گفتم چشم. آقا جرا نه نه، بیا منم بزن دیگه. همیشه همه این کارا رو من میکنم، تو قصر در میری. این سالی که 12 است 11 مش آب خنک میخورم تو زندون، حبس می ملاقات میکشم. من باید چرا بچه های منو کنف بشم بی معرفت؟ امزاشو تو جل میکنی، حبسشو من میکشم، دو آدم میکشی، چوبه ایدارشو من سیر میکنم. آخه چرا؟ واسه چی؟ واسه چی؟ نه حوصله نشکشی رو ندارم، من میخوام برم اون بره آب، میخوام برم اون بره مرز، لس آنجلس، ترکیه، شیکاگو. بشین نمید بشی جون، همش نقصر این جمشیدی رو ناکس اون عرباب بود تو کشیدش. دفتر جمشیدی؟ بله، آقای مهندس جمشیدی. میتونی بری، فردا 10 صبح اینجا باش. چشم بارون. سلام آقا. بچه ها کجا هستن؟ بفرمایی تو، بچه ها مدرسه هستن. تا دیگه اینجا کاری نداری،
فردا صبح قبل از بیدار شدن بچه ها باید رفته باشی. میگم نکنه بلای سر بچه ها بیاره. نه فکر نمی کنم، اون با بچه ها کاری نداره. تو همینجا باش، من بعدم یکی میفرستم جا. از 21 بسی واحد سی بگوشم. بنز سبز رنگ محل رو ترک کنیم. دستور چیه؟ راننده کیه؟ اسماعیل جوادی. جواد تو مورد بمونه و تو هم باش باش، منم تو مسیر هستم. تمام بریم. از 21 بسی، از 21 بسی سوشه در امتداد مسیر افتر منجا در حال حرکت. پیام دریافت. سوشه رو کار من رفت ازم باشد. سوشه ازم سوشه ها ازم. تو با اون باشی، من دارمش. از 21 سی، از 21 سی، سی جواب بده. از سی به 21 بگوشم. به خروجی 127 نزدیک میشی. تکرار میکنم، به خروجی 127 نزدیک میشی. بسیار خوب، پیام دریافت شد. خوشحال باشین که پدر بزرگی مثل من دارین، به خصوص با نداشتن پدر و این مادری که به فکر همه چیز هست جز بچه‌هاش. اسم تو چیه خانم؟ پروانه. اسم قشنگیه جانم. وقتی شما به دنیا اومدین من تو این کشور نبودم. خوشحالم که میبینم اتون. دختر قشنگی هستی. اما تو جوان خیلی شبیه پدرتی. پاک و محصول. خدا کنه حماقتهای پدرتو نداشته باشی. چیز دیگه میل دارید آقا؟ هوشنگ کجاست؟ جاش خوبه؟ خوابیده؟ راحت و راحت. موضوع چیه؟ چرا حرف نمیزنی؟ صورت حسابت رفته بالا. معما طرح میکنی؟ نه، یه زن کردی تو زندون، دو نفرم به کشتن دادی، میشه 100,000 تا. ما قرارمون 2,000,000 بود، یک تو یک کوشن تخفیف دادی. گلدار علی آباد دهکوره میدونم، اما آباد شده. بنز تو پارکینگه. اینم قبضش.
هوشنگم تو صندوق عقبش خوابه، به بعد از اون رو بکشه آقا بو گندش دنیا رو برمی، حتی شیش نشده کارو تموم کن و قبضو بگیر. بفرمی. باید از همون اول میفهمیدم. امکانی نیست چنین پولیم. اینم با این فرصت کم. محاله. آقراد، آیدشون بالاست. خیلی بشی از این حرف داره. $100,000 باستش این کانادا دراست. بلوف نیست مهندس. هفته صبح بکشه یه جرانزه رو دستت مونده بدون اینکه ردی از من پیدا کنی. 10,000,000 نقد. 8 صبح بهت میدم. $100,000 6 صبح. 10,000,000 نقد. درسو آری بده چی تمومه مهندس. 6 صبح. یه چکه 15,000,000 همی الان برات میکشم. بده من اون قبضو. 640 تومن. اوکی. تا 6 صبح قبض رو بهت میدم. مش بخوری. جناب سرگرد. جناب سرگرد. مجرم. تاکسی. صبر کن ببینم. چرا باید بهت اعتماد کنم؟ بس این که چاره ای نداری. اعلام سرقت اتومبیل. مات. تو با این مغزه چرا کیسینجر نشدی؟ $50,000 نقد در مقابل تحویل بنز. 7 صبح. کجا؟ بهت زنگ میزنم. من دیگه تو اون ویلان نمیرم. خودم تماس میگیرم. 7 صبح دفتره. تاکسی در بر. خسته نباشید. بدون قبض اون بنز بیرون بیا نیست. مگه تی تشریفاتی که انجامش بو بلند میکنه. آری بلدرچی. تو مسیر از بچه های گشت کمک بگیر. روش عمل بشه؟ نه داشته باشه نش. تماس با من قطع نشه. یادت باشه. من رفتم. تماس با من قطع نشه. ماشین بیار جلوی در. من مواظب بشم. به تو برو. شب بخیر. خواهش می‌کنم بفرمایید. من سرگرد احمدی هستم، مأمور بخش جنایی از اداره آگاهی. بگو ببینم این آقا اینجا چی کار داشت؟ هیچی از قرار ماشینش تو پارکینگه. اظهار میکرد قبض پارکینگو گم کرده. منم گفتم بهتره بره دفتر مدیر. میشه از تلفن استفاده کنم؟ داخلیه. میخوام با مدیر اینجا حرف بزنم. بفرم. سرگرد احمدی هستم از بخش جنایی. را بیافت بریم. بریم آگاهی بدون مقاومت. برای چی؟
عرض کردم آها. برای چی؟ بعدن معلوم میشه. گوشو بردار. میشناسیدش؟ هوشنگ افراسیاب بود. نه، تا حالا ندیدمش. بذاریدش در اختیار بخش مربوط. بزن رو زبط برش دار. خیلی نوکرت آقای جمشیدی مشاور حقوقی. خیلی چاکرت. از 28 به 30 سوژه وارد محوطه شد. توجه کنید خروجی غربی زیر پوششه. در صورت اقدام به فرار ایجاد مانع. به هیچ وجه تیراندازی نکنید. تمام. سی جواب بده. 21 به 30 بگوشم. خیلی آروم و با احتیاط بدون اینکه متوجه بشه از پشت سر خودتو بهش نزدیک کن. اطاعت میشه. 26 سی خودتو آماده کن.
بیاد چلو. سعی کن آروم باشی. دست بالا. حالا من سرگرد احمدی هستم. توجه کنید تمام نیروها به حال آماده باشه کامل. سرگرد احمدی صحبت میکنه. گفتم خاموشش کن. بموش خودش کن. تیراندازی نکنید. ما اونو زنده میخوایم. گفتم خفش کن لعنتی. ازی تو محاصره شده. بهتره که تصمیم کن. مقاومت بیفایده است. تیراندازی نکنید. اسی آروم باش. باهات کاری نداریم. بهتر خودتو تسلیم کنی اسی. میدونم تو اینجا هستی. ما میدونیم که تو بیگناه هستی. خودتو تسلیم کن. وضع از این که هست بدتر نکنسی. اگه خودتو تسلیم کنی بهت قول میدم کمکت کنم. چون میدونم بیگناهی. من چی هستم؟ تو بیگناهی. حالا خودتو تسلیم کن. من کسی رو نکشتم که؟ قول دادی کمکم میکنی. یادتی یا نه؟ آره یادمه. حالا خیلی آروم بیا بیرون. من بیگناه. خیال میکنه میخواستم بمیره؟ اون میخواست منو با تیر بزنه. من شراره رو نکشتم. اون شنگ کشته. خودش گفت همش تقصیر اونه. اون یارو قد برنده همش تقصیر اونه. باشه
بعدن همه چیز تو دادگاه معلوم میشه. بیا بیرون سی، بیا. من بیام بیرون؟ من بیام بیرون؟ بلند شو اسی، پاشو. تو دادگاه همه چیز معلوم میشه. منم میدونم اونقدر برنده با قصره. حالا بیا از اینجا بریم بیرون. من بیگناهم. آره تو بیگناهی. چند بار تکرار میکنی؟ اینو میدونم. اصلا چرا اینجوری شو؟ جناب راد؟ نه 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 جناب سرگرد، خواهش میکنم این کارو نکنید. ایشون پدر بزرگ بچه ها من عروسشون هستم. خواهش میکنم جلوی بچه ها این کارو نکنید. ازتون خواهش میکنم. متاسفم براتون، واقعا متاسفم. پاشو بریم. کجا؟ پلوی دوستتون آقای جمشیدی منتظرتون هستن. بستنه به دریا من بزر سبزه